سلام دوباره به مخاطبای انصاف. ببخشید که من مجبور شدم برم دوباره بیام به خاطر اینکه یه مشکلی پیش اومده بود وصل نمی‌شد. یه بار دیگه ریکوست بدیم. الان صدای منو داری؟ خب موضوع ما میدونید که اتفاقایی که اخیراً افتاده خیلی واکنش ها بهش گاهن شدید بوده و بعضی وقتا قابل درک برای بعضی ها توضیحاتی که داده شد در جوابش، ولی برای بعضی اصلا قابل پذیرش نیست. نه متاسفانه من اکسپت رو میزنم ولی آقای کسیریان وصل نمیشن. دو تا این مشکل. سلام آقای کسیریان، بعد از تلاش های خواهش میکنم ببخشید منو امروز گذاره در شرایط برنامه‌ای هستم. آره بله من صداتون رو خوب ندارم. الان خوب شد صدا؟ بله الان خوب. آقای کسیریان، با توجه به اتفاقات اخیری که همزمانی جشنواره کن رقم زده با اتفاقات داخلی ایران و انتظاری که از هنرمندا مطرح شده در مورد اینکه یک کنشی داشته باشن وقتی که روی یک استیج بین‌المللی قرار می‌گیرن، یک تریبونی بهشون داده میشه، می‌خواستم بدونم که به نظرتون مرز این انتظار کجا میتونه باشه؟ به هر حال بعضی پاسخ ها اینه که هنرمندن و دارن کارشون رو میکنن، بعضی انتظار دارن که کنش داشته باشن و از این تریبون استفاده دیگه بکنن. این مردش به نظر شما کجا میتونه باشه؟ یکی نوشود کسیریان کیه؟ میگفتین حتی اقل موضوعی دارم آقای کسیریان منتقد بعد دوستان نگاه سینما هستن تو فعالیت دیگه یا هستن دارن من بخشش رو به من خدمتتون دارم. ببینید واقعیتش اینه که این مسئله تو این چند سال اخیر محل به هر حال بحث و گفتگوی زیادی شده. اینطوری هم نیست که واقعا یک مرز مشخصی داشته باشه و بگیم که آقا تا اینجا هنرمند میتونه در مورد مسائل داخلی و بین المللی حرف بزنه و بیش از اون نمیتونه و حرفای اینجوری. به نظرم یه ذره
این مخصوص جاهاییه که مثل کشور ما مردم احساس میکنن که صداشون شنیده نمیشه، یعنی چه توی عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی احساس میکنن صداشون شنیده نمیشه. یه بخش ماجرا تلویزیونه که صدای مردم نیست، منو هیچ وقت هم نبوده واقعا، و بخش به خصوصی از مردم رو پوشش میده که محترمن اونها، ولی فقط انحصاری در اختیار اونهاست و بخش دیگری رو اصلا پوشش نمیده، یعنی کاملا گزینشی و انحصاری. بخش دیگه ماجرا اینه که مردم احساس میکنن که دنیا صداشون رو نمیشنوه. برای همین وقتی یک تریبون بین المللی مهم پیش میاد، یعنی یک رویداد بین المللی مهم پیش میاد که صداش رو همه دنیا میشنوه و دنیا فوکوس کرده که تو این 10 روز مثلا جشنواره کن رو ببینه، توقع مردم بالا میره از هنرمندا که ترجیح میدن هنرمندا کنارشون باشن. و توقع دارم مثلا پارسال تو وقایع خوزستان جریان چیز جشنواره کن شروع شد و امسال آبادان دوباره جشنواره کن بود. مردم توی عرصه داخلی در حال به هر حال اعتراضن و امسال حالا به هر حال عزادارم هستند که عده‌ای از هموطنان ما زیر آوار موندن به خاطر سهلنگاری، زد و بند، راندخاری و فساد مسئولین. به طور مشخص این بیتوجهی امسال داره بیشتر تو چشم میزنه، چون همزمان شد یهو با یک همایشی که حالا میتونست تو این بره برگزار نشه به احترام اونهایی که جان باخته بودن، و اینها یه ذره مردم رو جری میکنه. بنابراین توقعشون این بود که یه جایی صدا اونا رو بشنوه. نگاه رسمی که اصلا نیم نگاهی هم بهشون ننداخت، حتی تسلیت های رسمی هم که معمولا تو این زمان ها گفته میشه گفته نشد و این مردم رو عصبانی میکنه. امداد رسانی که اونجا بود طبق توقع مردم نبود، بنابراین خب مردم از جهات مختلف زیر فشارن و دوست دارن یه جایی که غیر رسمیه، مثلا هنرمندانی که در طول این سالها مردم به هر حال حمایتشون کردن، پشتشون بودن، یه جایی باشون همدردی کنن. من واقعا فکر نمی کنم که حالا توقع زیادی باید داشته باشیم از هنرمند، چون هنرمند اولا به هر حال مناسبات حرفه‌ای خودشو داره، ثانیا خب کارشناس سیاست نیست، ثالثا در کشور ما یک جوریه که بالاخره کوچکترین حرف منحرف از معیاری که بزنی تو فعالیت در داخل کشور مشکل پیش میاد. به هر حال اینا ملاحظاتیه که هنرمندا هم دارن، وگرنه خب مشخصا اون هنرمند هم دوست دارن که حمایت های بیشتری بکنن، به هر حال حرفه شون اینجوریه. ولی به نظر من خودم توقع اعتراض و شعار رو نمیدونم بد و بیراه که نداشتم ازشون و ندارم، هم هیچکی هم نباید داشته باشه. به هر حال اونجا یک فضای سینمایی، گاهی اکتای اجتماعی، مدنی، سیاسی هم توش انجام میشه، به خاطر همون در کانون توجه بودن. ولی واقعیتش اینه که هر دقیقه از هنرمندای خودمون انتظار داشته باشیم که تا یه تریبونی گیر آوردن حرف سیاسی بزنن، به نظرم توقع بیجایی. اما در این مورد من فکر میکنم که همدردی کمترین چیزی بود که توقع میرفت از دوستانمون در کن. یه توجه کوچولو میتونست خودش تبعات بزرگی داشته باشه، من مسئولیتی هم براشون نداشت واقعا. من فکر میکنم که تشخیص دادن این که کجا تا کجا ما میتونیم پیش بریم، یا اصلا ولش کن در موردش حرف نزنیم، یا اصلا ولش کن واردش نشیم، تشخیصش به هر حال برای این دوستان مشکله، که اگر مشاورانی داشتند، اگر به هر حال روش کمی تأمل میکردند
شاید میشد راههای خیلی جذابی هم پیدا کرد برای اینکه توجه آدم ها رو جلب کرد به یه نکته ای. یه همدردی ساده، یه جمله ساده شاید. من یادم سالها پیش مثلا آقای فرهادی رفت اسکار بگیره، گفت سلام به مردم خوب سرزمینم، همین. ولی خب خیلی مردم خوششون اومد. ولی همین آقای فرهادی پارسال تو جشنواره کن وسط ماجراهای خوزستان هیچی نگفت و دیدین که چه حملاتی شد و چقدر مردم مطمئن بودن که آقای فرهادی یه چیزی میگه در حد یه جمله، یعنی قرار نبود اونجا کسی شعار بده یا فوش بده یا هر چیز دیگه. به هر حال دونستن مرز اینها خیلی مهمه، اما طبیعتاً بیعملی و پیچی نگفتن اساساً به نظرم الان توی شرایطی که ما درش هستیم جواب نمیده. به هر صورت هنرمند با قول اون دوستی که حالا میگفت که معلم اخلاق جامعش نیست، واقعا هم نیست، اما وظیفه داره که همراهشون باشه. به هر صورت با پول این مردم، با توجه این مردم، بعضی آدم ها گنده میشن، بعضی آدم ها مشهور میشن، پول در میارن. همین مردم باعث میشن که خب هنرمندا پول در بیارن و نوش جونشون. ولی یک جاهایی بزنگاهایی هست که واقعا اون لحظات مردم توقع همراهی یا همدلی دارن. اینکه ما اساساً جوری برخورد کنیم که انگار نه انگار هیچ مسئله‌ای وجود داره توی مملکتمون، هم از اونور بوم افتادنه و جالب نیست. ضمن این که خیلی از دوستان ما، خیلی از همین هنرمندان در خیلی از مواقع واکنش نشون دادن، بیانیه دادن، اینو فراموش نباید کرد. یعنی همین آقای فرهادی، همین دوستان دیگه، آقای مهادی و غیره، در جاهای مختلفی همراهی کردن، بیانیه دادن در داخل ایران حتی. اما وقتی که اونا رو مردم میبینن، اینا محبوب تر میشن و وقتی که ماجرا حساس تر میشه بازم توقع دارن. یعنی حالا حملاتی میشد با آقای فرهادی، ولی واقعا آقای فرهادی کلی از این بیانیه ها رو امضا کرده بود، کلی درباره بعضی چیزایی که کسی جرئت نمیکنه حرف زده بود. یعنی اینا رو یادمون نره. ولی اون جایی که خیلی مردم توقع داشتن، آقای فرهادی سکوت کرد و من میدونم که دوستم نداشت این کارو بکنه، ولی خیلی، چون با دلیل اینکه مدت زیادی بیرون ایران بود، اون موقع خیلی مسلط نبود که داخل داره چه اتفاقی میفته تو خوزستان و واقعا اهمیتش رو به نظر من درک نکرده بود. شاید مقصرم نبود، ولی حتما به نظرم یک همراهی و همدردی لازمه. حالا شما بگو در حد تسلیت گفتن، یعنی این که هیچی نگیم و از کنارش بگذریم میذاره آدمو ناامید میکنه به هر حال. و شما اکت های دیگه ای انجام میدی که نوش جونت، ولی به مردمت یه ذره بیتوجهی میکنی. اینجاست که دلخوری پیش میاد از طرف مردم، که به نظرم تو این شرایط سختی که هستیم خب به حق. البته میدم آقای مهادی، آقای روستایی صحبت کردن در مورد وضعیت اقتصادی و غیره، فیلمشون صحبت کردن دیگه. آره، درباره فیلمشون هم بود. بله، فیلمشون چون وجه اقتصادی هم ظاهرا داره، ولی خب کافی نیست. یه ذره مردم هم توقعشون بالاست، من درک میکنم. به هر حال ببینید جشنواره کن، خب منم رفتم، فضا اونجوری نیست که حالا شما خیلی بخوای حرف سیاسی بزنی یا نمیدونم بشینی از تریبون استفاده کنی و اینا، ولی استفاده کوچیکی برای همراهی و همدردی با مردم میشد کرد. یعنی این همراهی و همدردی کار سیاسی نیست. بعضی دوستان کلن میخوان از بغلش رد شن که بگن آقا کار سیاسی نکنیم، ما که سیاسی نیستیم. و نمیشه دیگه تو این شرایط و تو این کشور نمیشه سیاسی نبود. شما نفس میکشی، سرود میخونی، نمیدونم هر کاری میکنی سیاسیه. بنابراین تفره رفتن ازش هم سخت شده. یه بخشی از واکنش ها این تناقضیه که وجود داره. مثلا اشاره کردم به اینکه بازیگرهای خانوم ما اونجا حجاب حداقلی که حالا برش مشکل ساز نشه رو داشتن، ولی همین اکتی که شما میگین رو مثلا آقای محمدزاده و خانوم حسینی داشتن که توی عرف ما مثلا حالا خیلی پذیرفته نیست.
یعنی تناقض رو وقتی ببینن مردم توی شرایطی که خیلی عصبانی هستن، خیلی توی شرایط سختی هستن، این باعث میشه که این واکنش ها شدیدتر بشه. یعنی یه تناقض فاحشی وجود داشت دیگه. آره به هر حال حالا واقعا من در مورد اون حرکت آقای محمدزاده و خانم حسینی واقعا نمیخوام حرف بزنم، واقعا شخصیه، تصمیم شخصیه و دوست داشتن این کارو بکنن. من دیدم که یکی از سایت های افغانستان هم درباره اینکه خانم حسینی مثلا از اون فرصت استفاده کنه و درد افغان ها رو بگه و اینا هم یه سری گفته بود، یعنی مختص کشور ما هم نیست. دیدین که فیلمسازای اوکراینی در واقع سینماگرای اوکراینی هم یه پرچم گرفتن. من واقعیتش خیلی در مورد این حرکت نظر نمیدم، به هر حال یه تصمیم شخصی بوده. خب گرچه بعضی هم گفتن خب تو ایران چرا انجام نمیدی و اینا، خب طبیعتا ما محدودیت های ایران هم میدونیم. ولی بحث حجاب هم واقعیتش یک تناقض همگانی در داخل و خارج کشور فرقی نمیکنه. یعنی واقعا اگر بحث حجاب رو آزاد بذارن، ایرانیایی که میرن خارج از کشور ما به قانون خود اونجا عمل کنن، به نظرم خیلی پذیرفتنی ترم هست. چون که حالا به هر حال دوستان به خاطر اینکه یه طراحای لباس به خاطر اینکه اون پوشیدگی سر رو یکم منطقی جلوه بدن، دست به یه کارهای محیر العقولی هم میزنن که یه ذره عجیب غریب هم میشه. و خب اگر به نظرم راحت تر بذارن دوستان رو، اتفاقای بهتری هم حتی شاید بیفته. ولی باز اون در تخصص من نیست، کاری بهش ندارم. ولی کن یک تناقض عمومیه دیگه. الان شما میبینید که خب اونهایی که به هر حال الان خیلی به حجاب اعتقادی ندارن، دست پروردگان مدارس بعد از انقلاب و اصولا قدیمی ترها، اونایی که حجاب داشتن قبل انقلاب هم داشتن بعد انقلاب هم دارن، بعضی هاشون بعضی هاشون دیگه ندارن، قدیمی ترها خب معتقد ترن چون خودشون انتخابش کردن. ولی خب ما تو مدارس میبینیم که بچه 6 ساله شروع میکنیم حجاب کردن، ولی خب تهش یه نسلی به وجود اومده، یه بخشی از اون نسل اصولا براش اصلا اهمیتی نداره. این نشون میده که آموزش های این دوستان هم کارگر نبوده. و شما خب خیلی این اتفاق رو زیاد میبینی که یک مادر چادری داره راه میره و کنارش دخترشه که اصولا یک تیپ دیگه ای داره، یه تناقض داخلیه. یعنی این دوستان هم که دارن میرن به جشنواره خارجی، خب طبیعتا یه بخشیش اینه که ما اعتقادی نداریم ولی مجبوریم. من فکر می‌کنم این اصلا برای کشور ما خود به خود خوب نیست. یعنی اگه نداشته باشن خیلی وجهه ما بیشتر مراعات میشه، حداقل میگیم آزاد گذاشتیم. ولی اینجوری که طرف یه کلاهی چیزی میذاره ولی داد میزنه با لباسش که خب من معتقد نیستم بهش. اگر این مشکل مسئله حجاب کلن روش بازنگری بشه و به اعتقادات شخصی آدم‌ها برگرده، به نظرم اتفاقات بهتری میفته. این مردم هم به جون هم نمیافتن تو خیابونا. بله، این چیزی در رابطه با آقای فرهادی گفتیم که اکت داشتم. یه وقتی هست که انتظار مخاطب فراتر میره. مثلا من یادم در رابطه با فیلم آخرشون قهرمان که تو شیراز ساخته شده بود، اومدن گفتن که مثلا ما ازشون خواستیم که عکس مثلا چرا عکس آقای افکاری نوید افکاری و کنار آره آره ببینید وقتی که توقع شروع میشه دیگه ته نداره. بله. و خب دیگه موقعیت هنرمند یا فیلمساز رو هم دیگه درک نمی کنیم. بله. در واقع چون حزب نداریم، از روزنامه، از سایت، از فیلمساز، از همه توقع داریم نقش حزب رو بازی کنن، شعار بدن، صدای ما باشن. اگر ما حزب داشتیم، اگر تشکل حزبی داشتیم، اونا کارشون رو انجام میدادن دیگه. هنرمند اگر سیاسی بود میره عضو حزب میشد، اگر سیاسی نبود که نبود. در واقع چون ما حزب نداریم، مردم از همه توقع دارن که صدای ما باشه. میدونین؟ یعنی این صدا نداشتن مردم خیلی آفت بزرگیه.
و این از رسانه توقع هست، از تلویزیون فوش میخوره برای اینکه صدای مردم نیست، از نمیدونم رسانه ها فوش میخورن که شما چرا تیتراتون تیتر فلان نیست، میدونید، و محدودیت های رسانه، محدودیت های فیلمساز، اینا دیگه مراد اصلا کسی درک نمیکنه. فقط خواسته و تقاضا وجود داره. خب نمیگن که اگر اون اتفاق بیفته خب آقای فرهادی که فیلم نمیسازه بهتره که نسازه، یعنی یه ترازو بذاریم جلومون ببینیم این مثلا نوید افکاری بذار تو فیلمش، اصلا آیا فیلمش پخش میشه، آیا دیگه میتونه فیلم بسازه. تمام اونها جای خودش محترمه ها، ولی هر کسی یه وظیفه ای داره به اندازه خودش. آقای فرهادی یا آقای نمیدونم محمدزاده یا آقای روستایی که متخصص امور سیاسی نیستن یا موضع سیاسی شازی ندارن که در واقع مثل حزب برخورد کنن، انقدر ماجرا سیاسی نیست در باره هنرمندا یا اهالی رسان هستا، ولی نه اونقدر زیاد. یعنی به هر حال همه محدودیت های داخلیمون رو میدونیم، سانسور رو میدونیم. یه ویدیوهایی دیدم باز تو همین جشنواره برلین بود یا کم بود که آقای مانی حقیقی صحبت میکرد، میگه بابا محدودیت ما رو که همتون میدونین، هی از ما میپرسین نبوده نمیدونم فلان و بهمان. خب ما سانسور داریم، مشکلات دیگه داریم، ولی فیلم میسازیم، حالا در اون فیلممون حرف بزنیم. اونا هم دیگه عادت کردن. و اینکه ما مثلا حالا چهار تا جایزه هم به دلیل محدودیت هامون بهمون بدن خوشحالمون هم ظاهرا میکنه، این دیگه به نظرم یه ذره زیادتره، یه اضافه کاریه برای هنرمند. هنرمند تا اینجا نمیتونه جلو بده، نه سوادشو داره، نه نمیدونم وظیفهشو داره. ولی من تا حدی که همراه مردم باشد آدم با یه حرکت، ببین اینا هنرمندن، باید در واقع یک حرکت هنرمندانه تو ذهنشون داشته باشن، یه حرکت کوچیک که میتونه چقدر دلگرم کنه مردم. قرار نیست مشت و گره کنیم شعار بدیم، مثلا این خبره نیست، این خواسترم هرکی داره اشتباهه، ولی با یک جمله، با یک کلمه، با یه حرکت هنرمندانه میشه یه همراهی و همدلی رو تزریق کرد به اون جماعت که اسمشون مردمه. و مردم ما خب بالاخره در شرایط خوبی نیستن، چه اقتصادی چه اجتماعی. الان هم که بالاخره وضعیت آبادان اینجوریه. به هر صورت شرایط داخلی رو هم دوستان باید در نظر بگیرن، یعنی کامل حذفش نکنن به نظر من. حتی آقای فرهادی با توجه به توییتی که خانم گلشیفته فراهانی زده در رابطه با داوری آقای فرهادی توی کن، اینطوریه که حتی اگه هیچ اکتی هم نداشته باشه قاطی این بازی سیاسی هست. بله. کشور ما اینطوریه دیگه. یعنی شما اگر حالا گلشیفته اینجوری نوشته که بالاخره آقای فرهادی اگر توجه نشون بده به فیلم عنکبوت مقدس دیگه نمیتونه کار کنه، محتواش اینه. و از کن خواسته بود که شما یا فیلمایی که از نظر داخل مشکل داره انتخاب نکنین اگه داور ایرانی میذارید، یا برعکس اگه اون فیلمو میخواید بذارید داور ایرانی نذارید، چون یا اون بهش جایزه نمیده یا اگه جایزه بده یا فلان باید بره ممنوع کار بشه. حالا این حدس ایشون بود، من نمیدونم اگر این اتفاق بیفته یا میافتاد مثلا چه اتفاقی برای فرهادی میافتاد. به نظر من اتفاق خاصی نمیافته یا نمیافتاد، ولی خب نظر گلشیفته فرهانیه که خب بالاخره سالها هم هست که ایران نیست. ولی در مجموع اصل حرف درسته، یعنی تضاد منافع وجود داره. یعنی ممکنه یه ملاحظاتی تو ذهن آقای فرهادی وجود داشته باشه، من نمیدونم، حرف گلشیفته فرهانیه، ولی به هر حال این وجود داره. یعنی مثلا توجه نشون دادن به یک فیلمی که ممکنه ضد ایرانی باشه، من ندیدم طبق گفته ایشون، شاید برای آقای فرهادی مشکل پیش بیاره، شاید هم نیاره، به نظر من نمیاره، ولی خب نظر خانم فرهانی اینه که مشکلی به وجود میاره، بنابراین به این جایزه نمیده. شاید هم اصلا فیلم‌های دیگه طوری بودن که جایزه رو خب اونا میگرفتن، ما نمیدونیم، ولی حدس دیگه، حدس خانم فرهانی اینه که به این دلیل جایزه‌ای داده نمیشه. اما به نظرم بالاخره این مقطع زمانی و این مقطع مکانی خیلی دشواره رد شدن ازش و بعیده کسی سالم رد بشه. یکی از دوستانی که الان کن هست و جزء فیلم برادران لیلاس میگفت که مثل که همه مشکلات جهان تقصیر ما 4-5 تاست که روی فرش قرمزی،
یعنی که توقعی که همه از ما دارن اینکه مشکلات بشریت رو ما باید اینجا مطرح کنیم. خب راست میگه، اینجوری نیست. ولی چه کنیم که وضعیت داخلی ما این شکلیه دیگه، و مردم از اونهایی که فکر میکنن خودشون بزرگشون کردن توقع دارن. چرا علی دایی مثلا وقتی دوتا حرف میزنه اینقدر یهو محبوب میشه، یا عادل فردوسی پور، یا علی کریمی، یا چه میدونم یکی دیگه؟ یعنی که این همراهیه رو داره پالسشو به مردم میده و اونها هم خوشحال میشن که این به فکر ما هست، یا این یه جمله گفت که بگه با ما همراهه، و این باعث محبوبیت میشه. ولی به قوله یکی بلدی میخواد که اون کاره چی باشه که شما هم همراهیتون نشون بدی، هم نخواهی بحران درسته. آقای کسریان، حالا توی کن نه، ولی توی تریبون مختصری که هنرمندای ما دارن، مثلا پیج اینستاگرامشون، میان ریاکشن نشون میدن نسبت به مسائل روز، مسائل سیاسی، حتی نظر میدن راجبش. وقتی که یه وقتی که فکر میکنن که باید یک همراهی حداقلی رو با مخاطب داشته باشن، ولی وقتی که اون تریبونه گسترده تر میشه و حالا مثلا جهانی میشه، اون وقت میبینیم که اینو دیگه اصلا ندارد، و این تناقض دوباره برای مردم ایجاد انتظار بیشتر میکنه. چون میگن بله همینه، توضیح دادم دربارش. بله این همراهی حداقلی رو واقعا باید تو دل آدم باشه که جاهای مختلفی که میره به زبونش جاری بشه. این یه ذره محل تأمل هست، ولی من میدونم که به هر حال تمام اون دوستان این دغدغه رو دارن واقعا. ولی شما باید در هیئت یک بازیگر روی فرش قرمز برید تا عظمت اون اتفاق رو برای یک بازیگر درک کنید، و حالا اون بازیگر نمیخواد به هیچ قیمتی این موقعیت رو خرابش کنه و میخواد به بهترین وجه ازش استفاده کنه. به هر حال میگم ما خودمون رو خیلی نمیتونیم جای اونا بذاریم، و من یه جاهایی با اونا هم حق میدم، ولی هم دوستانتون هم دارن مینویسن، مخاطبین عزیزمون، که اون همدلی حداقلی لازم نیست مشکلات بشریت رو حل کنیم که، ولی یه فکری میشه کرد که من چجوری یه کوچولو یاد مردم هم باشم. یه چیز دیگه که وجود داره اینه که بعضیا میگن که از اینکه از نونشون قطع بشه، از اینکه بهشون کار ندن، از اینکه ممنوع کار بشن میترسن. یه چیزی که وجود داره اینه که اوکی، مثلا بیایم در نظر بگیریم که این بازیگرای آقای فرهادی ممنوع کار بشه دیگه فیلم نسازه، آسیبی که اون وقت برای خلایی که ایجاد میشه در نبود کار آقای فرهادی، در نبود هنرمندامون، این رو توی فرهنگ ما در نظر نمیدیم. مثلا اخیراً ما چند سال اخیر تلویزیونمون سال به سال داره خالیتر و خالیتر میشه، به خاطر اینکه هنرمندا دیگه نمیخوان باش کار کنن، و اون خلأ رو میبینیم که چه چیزایی داره پر میکنه. این اتفاق ممکنه کم کم تو بله سینما. دقیقاً درسته. ببینین واقعیتش اینه که هنرمند کارش همینه دیگه، کارش حضور داشتن و دیده شدنه. هنرمندی که تو خونش بشینه که اصولا به درد کسی نمیخوره. من همینو میگم که آقای فرهادی که فیلم بسازد و به هر حال یه صدای بلندی ازش در بیاد، که گاهی هم واقعا جامعه ایرانی رو خوب تصویر کرده به هر حال، یعنی یه طرف قضاوت نکنیم، یا اینکه نه ممنوع بشه بشینه خونه یا بره خارج مثلا یه فیلم اسپانیایی بسازه، من ترجیح میدم بمونه ایران و فیلم ایرانی بسازه، چون در اون صورت خیلی دیگه سودش به مملکت خودش نمیرسه. ولی حالا بعضی ها مثل این دوست عزیزمون میگن که فوقش میرن خارج از اونجا کار میکنن ولی اعتراض بکنن. به نظرم شما از فیلم سازانی که الان خارج دارن فیلم میسازن چه صداهایی میشنوید؟ آقای مخمل باف یه زمانی بهترین کارگردان ما بوده در داخل، الان چه صدایی ازش بلند میشه؟ میفهمم، اینم یه نظره و منم بهش احترام میذارم، نظر شخصی مینه که خیلی اونجا دیگه صدای ما نیست، یا خیلی صدای ما درک نمیشه، یا خیلی به صدای ما میدون داده نمیشه. الان آقای مخمل باف مثال، آقای قبادی مثال دیگه، میدونین؟
به هر حال به نظرم میاد که یه سبک سنگین اینجوری بکنیم. آره این توقع هست، ولی اون خلأ توسط کی پر میشه؟ مگه فرهادی بره کی جاشو پر میکنه؟ یکی از کسایی که ما اصلا شاید یه اتفاق هم اخیراً تو برنامه جوکر افتاد، فکر کنم که دیدین، اون یه سری حواشی داشت و خود این کمدین هایی که تو این برنامه بودن راجع به این موضوع صحبت کردن که این شغل ماست و بازم میدونید که با یه سری واکنش ها مواجه شدیم. خواستم نظرتون راجع به اون موضوع هم بدونم، با توجه به این که کمدیه و باز توی شرایط غمگین جامعه یا خشم جمعی ریاکشن بیشتری نسبت بهش هست. ببینید این باز موقعیت پیچیده ایه واقعا. ببینید خندوندن مردم کار خوبیه. یه لحظه ببخشید، یه لحظه ببخشید، میامنم عذرخواهی میکنم. کار سختیه، راست میگن شغلشونه، ولی باید این خندوندن رو یه ذره جهت بهش بدن. فقط این که مثلا من یه ادا در بیارم تو بخندی، نیتش شاید خوب باشه ولی شکل جذابی نیست. این خندوندنه هم باید جهت داشته باشه، یعنی باید بهش فکر بشه، مشکلات مردم رو توش لحاظ کنیم، به مشکلات نخندیم. تو خندبان هم این مشکل بعضی باش مشکل دارن دیگه. این که بگیم آقا مشکلات شما کنار، ما اصلا کاری به مشکلات نداریم، ما فقط میخوام شما رو بخندونیم 5 دقیقه 10 دقیقه یه ساعت، شما رو ذهنتون رو رها کن. نیت شاید خوب باشه ولی الان یه ذره جری کننده است. اگر درست طراحی نشه این معنا رو داره که آقا ما اینم مشکل داریم، تو داری ادا در میاری. اگه درست طراحی بشه بگی بابا من دارم میفهمم تو مشکل داری ولی میخوام ادا در بیارم، 1-2 دقیقه بخندی. این طراحیش هنر میخواد که دوستان معمولا ندارن. این شغلشونه ولی این شغل رو باید درست استفاده کنن دیگه. نمیشه که من مخاطب تو مثلا گوشه خیابون خوابیده باشم و تو برام ادا در بیاری من بخندم. خب چه فرقی میکنه برای من دیگه؟ 2 دقیقه دیگه دوباره تو میری، من میمونم و خودم. این باید همدلی توش باشه. مثل چی میمونه؟ من اینو به همین دوستان که اسپوردم گفتم، مثل این میمونه که من پدرم فوت کنه، خدا رحمتش کنه البته، شما بخواید بیاد به من تسلیت میگی و احساس همدلی میکنی، برای من شکلک در نمیاری، نمیرخصی که اون جلو من بخندم. من بابام فوت کرده، میزنم حال شما رو میگیرم، میگم چیکار داری میکنی، ولی شما میای دست میزنی، شما که نه، حالا هر کی دست میزنه روشونه من، منو آروم میکنی، میگی من میفهمم تو خیلی دردت بزرگه ولی ممکنه یه چیزی هم بگی من بخندم، ولی با من همدلی میکنی، همدردی میکنی و به من نزدیکی. میدونی چی میخوام بگم؟ مثل کاری که جناب خان یه وقتایی میکنه. ولی این که همجور ادا در بیاری بخندم، خب بخندم که چی؟ من بابام فوت کرده، برای چی میخوای من بخندم؟ من درد دارم، من غم دارم. آره به هر حال خودی که نمیشه. این الان این کار کرده. آقایون دارن چکلک در میان که ما بخندیم، دمشون هم گرم، من خودم گاهی میخندم. اما درست طراحی نشده. من خاموش که میشه من میمونم و بدبختیام. میدونی طنز خیلی مقدسه، خیلی کارا میشه باش کرد، خیلی کارا. این طنز نیست، اینا طنز نیست، اینا همراهی نداره با مردم. این باید درست طراحی بشه، با همین آدما میشه این کارو کرد. ولی فقط گفتن آقا ما میخوام شما رو بخندونیم مثلا دردت جداشی. این مثل مثالی که من زدم میمونه. بابا من بابام فوت کرده، چطوری میرخصی اینجوری شکلک در میاری؟ جاش اینجا نیست، بیا با من همراه شو، من تسلی بده. بله حساسیت قرار بود حرف بزنیم. بله حساسیت که تو جامعه شکل میگه، یعنی وقتی که آدم ها و جامعه حساس میشن، به هر حال توی کارهای تو همه کارها بلعکس کارهای فرهنگی باید به این حساسیت یه گوشه چشم و توجه ویژه تری داشت به نظرم. بله یعنی کل بحث، یعنی به قول شما نمیشه مرز گذاشت راجع به کنشگری هنرمندان، ولی به صورت نسبی میشه بهش پرداخت که این اتفاق فکر میکنم چکیده بحث ما این باشه. خیلی ممنون. سلامت باشید. خیلی ممنون از شما. اوقات خوبی داشته باشید. همچنین شما. خیلی ممنون از شما. سلامت باشید.